هشتمین جشنواره فیلم کن به روزهای پایانی نزدیک می شود و بیشتر فیلم های مدعی دریافت نخل طلا در سواحل لاجوردی جنوب فرانسه به نمایش درآمدند. در نهمین روز از جشنواره فیلم ژاک اودیار کارگردان برجسته فرانسوی به نمایش درآمد. این چهارمین بار است که او در بخش مسابقه جشنواره فیلم کن حضور دارد. دیپان فیلم تازه اودیار داستان یک کهنه سرباز، یک کودک و زنی سریلانکایی است که بعد از جنگ داخلی این کشور به فرانسه فرار کرده و در حومه یکی از حاشیه های پاریس زندگی می کند. روز چهارشنبه همچنین دومین فیلم ایرانی حاضر در بخش اصلی جشنواره کن هم به نمایش درآمد. فیلم کشتارگاه ساخته بهزاد آزادی در بخش سینه فونداسیون. این فیلم سومین تجربه فیلمسازی اوست. فیلم من اسمش هست کشتارگاه، 24 دقیقه است، به زبان کردیه، توی یه شهری به اسم شایندش ساخته شده. درباره 4 تا پسر نوجوانه که رویای یه شب پولدار شدن دارن و به خاطر همین دوست دارن وارد یه گروه بزرگ قاچاق بشن. داستان فیلم توی یه محله میگذره به اسم کشتارگاه که اسم فیلم هم هستش. من در واقع تمام دوران بچگی و نوجوانیم رو توی این محله بزرگ شدم، توی این محله مدرسه رفتم و همه بچه‌هایی که توی فیلم هستن در واقع من خودم به چشم می‌دیدمشون، اتفاقایی که براشون اون موقع می‌افتاد. بعد از مدت‌ها که من وارد سینما شدم، خب این دغدغه همراه من بود، این فکر همراه من بود و به این نتیجه رسیدم که چقدر خوبه من یه فیلم راجع به بچگی خودم بسازم، چیزی که می‌دیدم. اما حضور سینمای ایران در جشنواره فیلم کن به همین جا ختم نمی‌شه. معمولاً هر ساله فیلمسازان جوان ایرانی از پتانسیل‌های موجود در جشنواره فیلم کن استفاده می‌کنن و با حضور در بخش شورت فیلم کورنر و یا کنج فیلم‌های کوتاه با ارائه فیلم‌هاشون فرصت آشنایی با دست‌اندرکاران سینما و تهیه‌کنندگان بین‌المللی رو پیدا می‌کنن. نیوشا سعیدی با فیلم کوتاه مادر بزرگ و برای کسب تجربه های جدید به کن آمده. فیلم من در مورد یک مادر بزرگ و خاطراتش و آرزوهای دست نیافتش که خب به نوعی چون مادر بزرگ نگاه اجتماعی هم داشتن، این فیلم داستان سیاسی اجتماعی جامعهمون رو هم در طول سالها از زبون یک مادر بزرگ تعریف میکنه. طی روزهای گذشته هم فیلم ناهید ساخته آیدا پناهنده در بخش نوعی نگاه جشنواره به نمایش درآمده بود. نیلوفر پور ابراهیم، صدای آمریکا، کن.